به نام خدا. قسمت 18 از درس هیدرودینامیک پیشرفته در خدمت دوستان هستیم با عنوان تفسیر جدایش جریان بر اساس معادلات ناویر استوکس، که با توجه به مقدماتی که قبل از این در ارتباط با معادلات ناویر استوکس گفته بودیم، سعی می‌کنیم که یه توضیحات تکمیلی رو در ارتباط با پدیده جدایش جریان خدمت شما بدیم. من رو بگم که استفاده کردیم و در اینجا خدمت شما آوردیم که اگر خواستید بتونید مراجعه داشته باشید. در ارتباط با کلیات معادلات ناویر استوکس دیگه آشنا هستید، دو جلسه قبل روش صحبت کردیم و روی این معادلات دیگه آشنایی دارید. روی پدیده جدایش هم اگر خاطرتون باشه گفتیم که در روی سطوحی که دارای انحنای خاصی باشن که روند وی به روند ایکس بزرگتر از صفر باشه، از یه جای به بعد دیگه پروفیل سرعت شروع میکنه به کوچکتر شدن تا جایی که به اصطلاح در اینجا مقدار یو صفر میشه و دی یو به دی وای هم برابر با صفر میشه. از اینجا به بعد دیگه سرعت شروع میکنه به اصطلاح جریان به سمت عقب برمیگرده و پروفیل سرعت معکوس خواهد شد. این شرایطی که در اینجا میبینید، این خط قرمز رنگ هم گفتیم که چی؟ مرز جدایش جریان هست. اما این تفسیر رو گفتیم که بر اساس معادلات ناویر استوکس قابل بیان هست. این رو ما قبل از اینکه به صورت مستقیم بخوایم روش تفسیر بکنیم، یک نمونه مثالی هستش از تحلیل جریان بازگشتی در بین دو صفحه موازی که این خیلی کمک میکنه به درک پدیده جدایش جریان. اینجا ما یک صفحه ثابت داریم و یک صفحه متحرک که این با سرعت یو داره حرکت میکنه. این رو بهش میگیم جریان کوئت یا این تحلیل جریان کوئت که به ما میتونه کمک بکنه به اینکه پدیده جدایش رو در اینجا متوجه بشیم. خب در اینجا شرایط مرزی ما به چه شکل است؟ میگیم در محل وای الان اینجا محور ایکس رو در راستای طول میگیریم، محور وای رو در راستای عمودی و محور زد عمود بر صفحه‌ای که داریم میبینیم. در اینجا در وای برابر با صفر، یعنی در این نقطه، مقدار یو برابر با صفر هست و در محل وای برابر با بی، اگر ما عرض این دوتا صفحه، فاصله این دوتا صفحه رو برابر با بی در نظر بگیریم، در محل وای برابر با بی یو کوچیک برابر است با یو بزرگ، این سرعتی که در اینجا ملاحظه میکنیم. اما با توجه به مثالی که جلسه قبل از دوتا صفحه به اصطلاح موازی ثابت خدمت شما گفتیم، اونجا پروفیل سرعت رو به این صورت به دست آوردیم. قبل از اینکه شرایط مرزی دوتا صفحه ثابت رو لحاظ بکنیم، این پروفیل سرعتی بود که اونجا از معادلات ناویر استوکس به دست آوردیم. یعنی به چه صورت شد؟ چون یو برابر است با یک بخش بر دو میو روند پی به روند ایکس وای به توان دو به علاوه سی یک وای به علاوه سی دو. نکنید در اونجا بیس و اساس معادلاتی که استخراج میکردیم، اگه خاطرتون باشه، همین معادلات ناویر استوکس بود که یه سری ساده سازی های روش انجام میدادیم و به اصطلاح معادله رو ساده میکردیم و پارامترهایی که مطلوب بود رو محاسبه میکردیم. اما حالا در اینجا چگونه رفتار میکنیم؟ میگیم الان ما اومدیم انتگرال گرفتیم، ثابت سی یک و سی دو رو در اینجا داریم. الان شرط مرزی که داریم اینجوری هست، با شرط مرزی قبلی متفاوت هست. اینها رو ما میتونیم لحاظ بکنیم. وقتی اینو لحاظ میکنیم، y برابر با 0، u برابر با 0 چی رو به ما میده؟ c2 برابر با 0 رو میده. این عوامل کلا 0 میشن و اگه شرط مرزی دوم رو لحاظ بکنیم، به c1 برابر با u بخش بر b منهای 1 بخش بر 2 u روند پی به روند x ضرب در b میرسیم. حالا اگر که ما این c1 رو در این رابطه جاگذاری بکنیم و ضرب بکنیم و این رو به این شکل در خواهد اومد، یعنی توزیع سرعت ما در این بین این دو تا صفحه به این شکل خواهد بود که یو کوچیک برابر است با یو بزرگ ضرب در وای بخش بر بی، که این میبینید معادله یک خط ساده هست بر حسب وای، یعنی یو بر حسب وای میشه کا ضرب در وای، که این یو هم عدد ثابتی هست، بی هم عدد ثابتی هست. پس این میشه یک به اصطلاح خطی که دارای شیب ثابت هست، به علاوه یک بخش بر دو میو روند پی به روند ایکس در وای به توان دو منهای بی ضرب در وای. میگیم این توزیع سرعت خطی رو به ما میده این قسمت، اما این قسمت توزیع غیر خطی سرعت که میتواند عامل ایجاد جریان بازگشتی باشد. چرا این میتونه که مثلا توزیع سرعت غیر خطی باشه؟ یکی اینکه اینجا ما عامل وای دو رو داریم و یکی دیگه هم این که چرا میتونه باعث بازگشت باشه، این که ما اینجا روند پی به روند ایکس رو داریم که در طول صفحه با هم دیگه متفاوته. اما اینو
چگونه ما میتونیم تفسیرش بکنیم. خوب دقت کن در اینجا، چون الان دقیقا توضیحی که داریم میدیم قشنگ موضوع بازگشت جریان اینجا معلوم میشه. الان از بین این عاملی که داریم، این مقدار U ضرب در Y بخش بر V که همین خطی هستش که اینجا شما دارید میبینید، این خط صافی که اینجا شما دارید میبینید همین قسمت اول هست. اما در قسمت دوم میو که یک پارامتر مثبت هستش و کلا این عبارت مثبت میشه، در اینجا عبارت آخری که اینجا داریم وای به توان دو منهای دی ضرب در وای، آیا پارامتر مثبتی هست یا منفی؟ خب این میگیم که پارامتر منفی هست. چرا؟ چون اینجا وای به توان دو هست، وای ضرب در وای، منهای بی ضرب در وای. خب وای ها که با هم مشترکه، اینجا یه وای داریم. اینجا الان وای که اینجا داریم از بی چی هست؟ کوچکتر هست. چرا؟ چون این بی که اینجا داریم عرض کامل هست، این وای که اینجا داریم در هر ارتفاع متفاوت هست. محور عمودی که اینجا داریم محور وای بود، یعنی وای در اینجا با اینجا با اینجا از مقدار بی کوچکتر هست، در نتیجه وای دو منهای بی وای بدیهی است که عددش کوچکتر از یک. خب اگر این عددش کوچکتر از یک، اگر که ما روند پی به روند ایکس مون هم کوچکتر از یک باشه، اینم میشه منفی، اینم میشه منفی، منفی در منفی ضرب میشه میشه مثبت. پس یه عامل مثبتی به این خطه داره اضافه میشه، یعنی توزیع خطی که اینجا داریم اگر که ما گرادیان فشار ما به اصطلاح منفی باشه، یعنی روند پی به روند ایکس منفی باشه، به این مقدار خطی که اینجا داریم یه چیزی چی میشه؟ اضافه میشه. یعنی همونطور که اینجا شما دارید به اصطلاح مشاهده میکنید، درسته تا اینجا؟ خب اگر که به اصطلاح مقدار گرادیان فشار ما اصلا نداشته باشیم، یعنی روند پی به روند ایکس برابر با صفر باشه، میشه این خطی که اینجا داریم. خب در اینجا این عبارت صفر باشه، کل عبارت دوم صفر خواهد شد، فقط عبارت خطی اول رو داشتین خواهیم داشت. این عبارت به این شکل، این خط به این شکل برقرار خواهد بود. اینجا سرعت در اینجا صفر، این سرعت در اینجا برابر با یو خواهد بود. این به اصطلاح نمودار سرعت رو به این شکل خواهیم داشت. اما اگر که گرادیان فشار ما مثبت باشه، یعنی روند پی به روند ایکس مثبت باشه، خب در این شرایط چگونه خواهد بود؟ این پارامتر مثبت میشه، این پارامتر منفی، مثبت در منفی میشه منفی. خب پس اینجا از این خطی که اینجا داریم در هر ارتفاع داره یک مقداری از سرعت کاسته میشه. چرا؟ چون این عبارت منفی شده، یعنی الان نسبت به خطی که اینجا داریم در هر ارتفاع مقداری کمتر شده. اینجا شما میبینید که نسبت به این خطچینی که اینجا داریم مقادیر همینطوری تا موقعی که برسیم به یو چی میشه؟ کمتر میشه. در محل یو هم در این حالت هم در این حالت دوتا خط به هم دیگه میرسن. چرا؟ چون اینجا مقدار به اصطلاح وای میشه بی به توان دو، اینجا هم میشه بی به توان دو، اینها به اصطلاح برابر با صفر میشه و در نهایت موقع که ما به عرض حد اکثر میرسیم، یعنی برابر با بی میرسیم، در اینجا و در اینجا باز دوباره مقدارها با هم دیگه برابر خواهد بود. اما نگاه بکنیم که در این بین، یعنی از کف تا این صفحه که میاد، انحنا به چه شکل است؟ در این قسمت اول که روند پی به روند ایکس کوچکتر از صفر بود، ما اینجا افزایش داشتیم نسبت به این خط به اصطلاح یو برابر با یو بخش بر وای ضرب در یو برابر با یو ضرب در وای بخش بر بی، از این مقادیر بیشتر خواهد بود. در اینجا اگر که ما روند پی به روند ایکس کوچکتر باشه کمتر میشه. حالا اگر یک مقدار بیشتر این منفی باشه، یعنی مقدار منفی بودن کاهش پیدا بکنه، خیلی کم باشه، خب در اینجا میبینید که این مقدار در محل ایگرگ برابر با صفر از این مقدار چی میشه؟ مثلا منفی بودنش بیشتر میشه. موقعی که منفی بودنش بیشتر بشه، تا یه ارتفاعی خود این مقدار یو، یعنی مجموع این دوتا عامل، عددش منفی به دست خواهد اومد. این مقادیر میشه که شما الان در اینجا دارید میبینید، از یه جایی به بعد دوباره مقادیر چی میشه؟ مثبت میشه. و این رو هم این جلسه که در ارتباط با جریان بازگشتی خدمت شما و جدایش جریان گفتیم، اونجا تاکید کردیم که لزوماً روند پی به روند ایکس مثبت باشه به معنی بازگشت جریان نیستش. این بستگی به این داره که مقدار روند پی به روند ایکس چقدر مثبت باشد، و با توجه به این مقدار مثبت بوده ما میتونیم که به صورت تحلیل بکنیم که آیا بازگشت جریان خواهیم داشت یا خیر. پس بنابراین نکنید این مثالی که الان اینجا بیان شد خیلی خیلی راحت تفسیر میکنه اینکه بر اساس معادلات ناویر استوکس که این معادله ازش به دست اومد، الان این تغییرات سرعت ما و علت جدایش جریان و بازگشت جریان به چه صورته، اصلا جدایش جریان کجا اتفاق میافتاد، از محلی که اینجا به اصطلاح سرعت دوباره چی میشه؟ رو به عقب برمیگرده، دوباره صفر میشه. این طبق این شکلی که اینجا نشون دادیم بکنید، اینجا این مرزی که اینجا داریم، این مرز جدایش جریان رو به ما نشون میده.
خب پس در حالت کلی اینها رو داریم، اما اگر که این رو به صورت بی بود ما در نظر بگیریم، توزیع سرعت رو در جریان کوئت این رو بیایم به این صورت در نظر بگیریم، همه پارامترها رو به صورت هم به صورت بی بود در این قسمت بیایم در نظر بگیریم، یه روند پی به روند ایکس رو در اینجا بمونه. در این شرایط نگاه بکنید، موقعی که به این صورت در میاریم در اینجا یک پارامتری رو که اینجا شما ملاحظه میکنید، یعنی از اینجا تا این ضریب یک منهای وای بخش بر بی، این رو یه پارامتری اسمش رو میذاریم پارامتر بی، که در واقع گرادیان فشاری که اینجا ما مد نظرمون بود رو هم در داخلش وجود داره. پس این تغییرات معادله سرعت ما به صورت یو بخش بر یو به صورت بی بود در اومده، به صورت یو بخش بر یو بزرگ به این صورت برابر میشه با وای بخش بر بی به علاوه پی در وای بخش بر بی در یک منهای وای بخش بر بی. از میخوام این ضریب پی رو مثلا تا اینجا در نظر گرفته و این وای بخش بر بی و یک منهای وای بخش بر بی رو اینجا ما داریم. خب الان این رو برای چی به صورت بی بود در نظر گرفته، این سرعت رو به این شکل در آورده؟ برای اینکه میخواد اینجا نمودارهایی رو ترسیم بکنه که دیگه به ابعاد اندازه ربطی نداشته باشه. و اینو گفتم قبلا موقع بی بود سازی میکنیم، مسئله ما برای دیگه وسیع‌تری از مسائل قابل استفاده است. خب در اینجا ما میبینیم که اگر که ما مقدار پی اینجا توزیع سرعت خیلی وابسته میشه به مقدار پی و عاملی هم که در اینجا تغییر میکنه همین گرادیان فشار هستش، چون بی حد اکثر مثلا مقدار بی فاصله بین دو تا صفحه که ثابت هست، حد اکثر سرعت صفحه فوقانی هم که خب ثابت هست، پس بنابراین اینجا یه روند پی به روند ایکس میمونه. در این شرایط دقت بکنید که اگر که مقدار این عدد پی ما مثبت باشه، اینجا ما مثلا جریان بازگشتی نداریم، پروفیل سرعت به این شکل خواهد بود و میبینید که در نهایت کار میرسه اگر ما اینجا خط به اصطلاح مقدار پی رو برابر با صفر داشته باشیم، یعنی معادله خط به اصطلاح معمولی اینجا به دست بیاد، درجه یک به دست بیاد، مقادیر تمام این نمودار آخرش میرسن به این نقطه که علتش رو گفتم، همه سرعت ها در نهایت به اصطلاح برابر میشه. چرا؟ چون اینجا مقدار وای رو شما برابر با بی بذارید یک منهای یک میشود صفر، پس این عبارت کلا به اصطلاح هست میشه و در نتیجه آخرش میرسیم به نقطه‌ای که در محل این خطی که اینجا داشتیم درجه یک، این خط درجه یک در نهایت همه همگرا میشن به این نقطه. خب دقت بکنید در اینجا اگر که مقدار پی مثبت باشد ما به اصطلاح اینجا بازگشت جریان نداریم. خب این الان جریان این مقدار پی الان اعدادی که اینجا نوشته شده همش برابر با پی هستش، این عبارت در چه صورتی مثبت خواهد شد؟ خب ما اینجا این منفی که داریم، بی به توان دو که مثبت، نیو که مثبت، یو که مثبت، پس بنابراین این روند پی به روند ایکس باید منفی باشد تا منفی در منفی بشه مثبت و این ما جداش جریان نداشته باشیم. خب یه مقداری این مقدار روند پی به روند ایکس بر اثر انحنای بدنه کم میشه، کم میشه، کم میشه، همینطوری میبینید که هرچی روند پی به روند ایکس مقدارش تغییر میکنه این انحنای توزیع سرعت اونم کم میشه تا جایی که این مقدار روند پی به روند ایکس میرسه به صفر. این که رسید به صفر اینجا ما این خط درجه یک رو خواهیم داشت، از اینجا به بعد روند پی به روند ایکس خودش مقدارش منفی میشه. موقعی که منفی میشه مقدار روند پی به روند ایکس مقدارش دیگه مثبت میشه، اینجا منها بوده منفی منفی میاد تا میرسه به اصطلاح صفر. خود روند پی به روند ایکس رو دقت بکنید که اگر که این منفی باشه کل این عبارت پی ما مثبت میشه، اگرم که پی مثبت باشد این عبارت پی ما منفی میشود. یعنی در اینجا موقعی که روند پی به روند ایکس مثبت میشود کل این عبارت منفی میشه، اینجا دیگه بازگشت جریان چی میشه؟ یواش یواش شدیدتر و شدیدتر میشه و شما اینجا مقدار رو دارید. یعنی هرچی اینجا روند پی به روند ایکس مثبت تر باشد مقدار پی منفی تر میشه، اینجا بازگشت جریان حادتر و به اصطلاح سخت‌تر خواهد بود. البته این رو من در اینجا اصلاح بکنم که موقعی که ما در اینجا الان مثلا پی رو برابر با منهای یک داریم، اینجا لزوماً بازگشت جریان هنوز شروع نشده. در اینجا نگاه بکنید روند یو به روند وای عمود شده، یعنی تا قبل از اینجا اگه ما این سری پروفیل های سرعتی مثلا برابر با پی برابر با نیم داشته باشیم هنوز بازگشت جریان اتفاق نیفتاده. وقتی که ما در اینجا پی رو برابر با منهای یک به دست میاریم، یعنی این پی الان اینجا عمود شده و روند پی به روند وای برابر با صفر شده، از اینجا به بعد دیگه اگر ما باز هم مقدار پی رو منفی تر از اینی که هست داشته باشیم، یعنی روند پی به روند ایکس مثبت تر از این چیزی که
تا این مرحله بوده به دست بیاد، در اینجا دیگه ما بازگشت جریان رو خواهیم داشت. این خط رو این شما در نظر بگیرید، از اینجا به بعد دیگه به اصطلاح بک فلو رو ما خواهیم داشت و بازگشت جریان چی میشه اتفاق میفته. پس تا قبل از این مرحله، یعنی تا قبل از پی برابر با منهای یک، ما بازگشت جریان نداریم. میشه دقیقا همین تفاصیلی که اینجا گفتیم. گفتیم که در اینجا موقعی که رونده پی به رونده ایکس منفی باشد مشکلی هم وجود نداره، همه چی هم سر جاشه. اگر هم صفر باشه بازم مشکلی نداره، توزیع سرعت خطی داریم. ولی از یه جایی به بعد که رونده پی به رونده ایکس بر اثر انحنای شکل، ما دیگه رو خط صاف تو سطح به اصطلاح افقی نخواهیم بود، انحنای بدنه تفاصیلش رو دقیقا جلسه قبل خدمت شما گفتم که باعث میشه که رونده پی به رونده ایکس بزرگتر از صفر بشود، مثبت بشود. وقتی که اینجا مثبت میشه رونده پی به رونده ایکس، اینجا یواش یواش با توجه به منفی بودن این، گفتم که از مقدار یو چی میشه کاسته میشه، این کاسته میشه، این منفی در مثبت ضرب میشه، از پروفیل سرعت خطی که اینجا داشتیم یواش یواش کاسته میشه. موقعی که تا یه حدی دیگه باز هم ادامه پیدا میکنه، یعنی در طول که شما دارید حرکت میکنید همینطور رونده پی به رونده ایکس مثبت باشه، یعنی هر چی در طول داری جلوتر میری بازم مثبت تر میشه، تا جایی که چی میشه اینجا دیگه ما بازگشت جریان رو خواهیم داشت. همین تفاصیلی هستش که اینجا خدمت شما بیان کردیم. اما وقتی که شما گفتم موقع توزیع سرعت رو به دست آورید، دیگه بقیه پارامتر رو محاسبش براتون به اصطلاح ساده خواهد بود. میگیم دبی، فرض بکنیم که جریان رو میخوام به دست بیاریم، در اینجا دبی به چه صورت به دست میاد؟ میگیم کیو از صفر تا بی فاصله دو تا صفحه یو ضرب در دی ای. دی ای اینجا چجوری به دست میومد؟ یک عرض واحدمون ضرب در اون ارتفاعی که داریم ضرب در دی وای خواهد بود. خب در اینجا ما که شما انتگرال میگیرید، مقدار یو رو اینجا ما توزیع سرعت رو در اینجا به این شکل به دست آوردیم، دو تا جزء مثلا مختلف داریم، اینجا یو رو فاکتور میگیریم میاد بیرون و انتگرال رو به این صورت در اینجا داریم. وقتی که بین 0 تا بی ما انتگرال رو میگیریم روی وای و در اینجا مقدار کیو به این صورت به دست میاد، یک دوم به علاوه پی بخش بر 6 ضرب در یو ضرب در چی بی. خب این میشه مقدار چی؟ مقدار دبی ما. اما سرعت متوسط چگونه به دست میاد؟ میگیم دبی بخش بر مساحت، دبی بخش بر مساحت میشه سرعت متوسط. میگیم یو بار برابر است با کیو، یعنی مقداری که اینجا داریم بخش بر آ مساحت. مساحت چی هست؟ نکنه الان اینجا این کانال رو که شما بیاین در نظر بگیرید، اینجا این مساحت عمود بر جریان دیگه، اینجا میشه این فاصله دوتا ضرب در اون فاصله عمود بر این صفحه که واحد در نظر میگیریم بی ضرب در یک، میشود عرض به اصطلاح مقطع جریانی که داریم میبینیم، میشه بی ضرب در یک. ما که شما این کیو رو تقسیم بر این کنید میشه یک دوم به علاوه پی ششم ضرب در یو. خب این هم میشه از سرعت متوسط. میگیم در جریان برشی ساده دقت بکنید، رونده پی به رونده ایکس مساوی با صفر است. وقتی که این رونده پی به رونده ایکس برابر با صفر باشه، یعنی مقدار پی برابر با صفر، چرا باز مجددا میبینیم که اینجا مقدار پی به اصطلاح با این نسبت با رونده پی به رونده ایکس به اصطلاح درش وجود داره. وقتی رونده پی به رونده ایکس صفر باشه پی صفر میشه، پس بنابراین این عبارت اینجا حذف میشه و یو بار برابر میشه با یک دوم یو، یعنی مقدار متوسط سرعت ما میشه نصف به اصطلاح سرعت صفحه بالایی که ما داریم. اما محل حد اکثر سرعت رو میخوایم ببینیم که چه محلی هستش و مقدارش چقدر هست. نگاه کنید، ما در اینجا وقتی که بخوام حد اکثر محل حد اکثر سرعت رو بدونیم، یه مشتق از مثلا رابطه یو میگیریم، این دی یو به دی وای، این رو مشتقش رو میگیریم و این عبارت رو برابر با صفر قرار میدیم. از برابر با صفر قرار دادن این مشتق، محلی که حد اکثر سرعت اتفاق میفته اینجا به دست میاد، یعنی اینجا وای بخش بر دی به دست میاد یک دوم به علاوه یک بخش بر دو پی، یعنی همین عبارت رو برابر با صفر قرار میده، شما وای بر بخش بر دی رو محاسبه میکنید به این عبارت میرسید. یعنی چی؟ این عدد عدد ثابتی نیستش، اینجا وابسته است به چی؟ وابسته است به پی. یعنی اینکه در چه محلی، نگاه کنید من طبق این توضیح بدم، یعنی اینکه در چه محلی حد اکثر سرعت اتفاق میافتد، این محل حد اکثر سرعت وابسته است به چی؟ روند پی به روند ایکس، یعنی گرادیان فشار هستش که اینجا مشخص میکنه که حد اکثر سرعت در کجا اتفاق میافته. حالا خود مقدار حد اکثر سرعت چقدر هست؟ خب مقدار به اصطلاح وای که اینجا داشتیم رو در رابطه اصلی یو که اینجا باشه جاگذاری میکنیم، مقدار یو ماکسیموم چی میشه؟ به دست میاد. مقدار یو ماکسیموم رو که به دست بیاریم میشه یو ماکسیموم
بخش بر یو. حالا اینجا یو ماکسیم بخش بر یو رو که میاد داره دیوایدش میکنه که مسئله برای هیته وسیعی از مسائل قابل استفاده باشه، میشه برابر است با 1 به علاوه پی به توان تو بخش بر 4 پی. باز هم بدیهیه که شما اینجا میبینید که خود مقدار حد اکثر سرعت هم باز وابسته است به اینکه شما گرادیان فشارتون چه مقدار هستش و طبیعی هم هست. یعنی شما دیگه از الان درکی رو دارید از این قضیه که حد اکثر و محل حد اکثر وابسته به این که روند پی به روند ایکس منفی باشه یا مثبت باشه یا چقدر مثبت باشه این چطور میشه تغییر خواهد کرد. این هم از این قضیه. اما اگر که ما بخوام تنش برشی رو محاسبه بکنیم، میگیم خب الان ما دیگه رابطه سرعت رو داریم، اینجا تنش برشی دیگه برای ما مسئله خاصی نداره، راحت حساب میکنیم. میگیم تا برابر است با میو روند یو به روند وای و در اینجا از این عبارتی که باز دوباره برای یو داشتیم مشتق میگیریم و به این عبارت پایین میرسیم، تا برابر است با میو ضرب در یو بخش بر بی به علاوه روند پی به روند ایکس در وای منهای بی به توان دو. این رابطه چی هست؟ این رابطه تنش هست که ما داریم. خب طبق رابطه که الان اینجا داریم بدیهیه که اگر ما گرادیان فشار نداشته باشیم این عبارت برابر با صفر میشه، یعنی اینجا ما یک عبارت ثابتی به این شکل خواهیم داشت. چرا ثابت؟ چون میو که ثابت هست، اون سرعت صفحه بالایی که ثابت هست، عرض یعنی فاصله بین دو تا صفحه هم که ثابت هست، مقدار تاب اینجا میشه یه خط صاف، اینا همه با هم دیگه خطوط یکسان و برابر خواهند بود. اما اگر که ما گرادیان فشار رو داشته باشیم، با توجه به اینکه این گرادیان فشار به اصطلاح چه وضعیتی داره، ما تنش‌های برشیمون با هم دیگه چی میشه متفاوت بشه. برای گرادیان فشار منفی که مثال داریم، در این شرایط نگاه میکنیم میبینیم که اینجا تا یه حدی کاسته میشه، از اینجا به بعد دوباره چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. دقیقاً معادل خطی که ما در اینجا در این قسمت دوم باهاش مواجه هستیم. اما تفسیر جدایش جریان مطابق تغییرات فشار به چه صورت هست؟ خب اینو من قبلا براتون توضیح دادم که گفتم که ما در این ناحیه یک که به صورت روند یو به روند وای بزرگتر از صفر هست، یا در واقع ما که ما نمودارش را این پایین بیان ترسیم بکنیم، روند یو به روند وای بزرگتر از صفر هست در محل دیواره، در نتیجه روند پی به روند ایکس چیه؟ کوچکتر از صفر هست. این مشکلی هم نداره، جریان داره حرکت میکنه. اما از یک جایی به بعد میگیم که چی میشه؟ روند پی به روند ایکس بزرگتر از صفر میشه. وقتی روند پی به روند ایکس بزرگتر میشه، دیگه یواش یواش پروفیل سرعت اینجا مقادیرش نزدیک به دیواره کم و کمتر میشه، تا جایی که مقدارش در اینجا صفر میشه و روند یو به روند وای هم برابر با چی میشه؟ صفر. یعنی اینجا این خطی که اینجا این شیب رو داشت، در اینجا دیگه شیبش به صورت ماماس روی محور عمودی در میاد و به اصطلاح بقیه ماجرا. وقتی که همین وضعیت ادامه پیدا بکند، همین وضعیت که ادامه پیدا میکنه، یعنی روند یو به روند وای باز هم بزرگتر از به اصطلاح عوض میخوام بگم که روند پی به روند ایکس باز هم بزرگتر از صفر خواهد شد، در اینجا دیگه ما از اینجا به بعد چی رو داریم؟ پدیده جدایش جریان رو و بازگشت جریان رو داریم. میشه این وضعیتی که اینجا هستش. الان در اینجا دقت بکنید، این خط قرمز که اینجا نشون داده شده، این خطی که اینجا هست، این الان شیب هست، یعنی روند یو به روند وای در اینجا کوچکتر از صفر هست و در اینجا روند پی به روند ایکس همچنان چیه؟ بزرگتر از صفر هست و این باعث میشه که چی؟ در نهایت پدیده جدایش اتفاق بیفته. اما اگر که ما بخوام که یک مقداری این تغییرات یو و خود روند یو به روند وای و روند یو به روند وای رو دو رو در نظر بگیریم، اینجا روی این سطح نقاط A, B, C و D رو شما میتونید اینجا ملاحظه بکنید. در اینجا نگاه کنید، در نقطه A بکنید، اینجا پروفیل سرعت عادی هست و اینجا شما دارید میبینید. وقتی که در محل B رو که شما میرسید، اینجا میبینید که الان از یه جایی به بعد دوباره روند P به روند X اینجا مثبت شده و در اینجا داره پروفیل سرعت داره باریکتر میشه، تا موقعی که به محل نقطه C که اینجا میرسه، دیگه اینجا پروفیل سرعت مماس میشه به محور عمودی، یعنی روند یو به روند وای میشه برابر با صفر. یعنی چی؟ یعنی همین اتفاقی که اینجا داره میفته، یعنی همین چیزی که اینجا شون داره، درسته؟ که اینجا نمودارش هم اینجا نشون داده، اینجا اتفاق میفته و این وضعیت که ادامه پیدا بکنه در نقطه D، دیگه ما اینجا چی رو داریم؟ بازگشت جریان رو در نقطه D خواهیم داشت. اما دقت بکنید روند یو به روند وای به چه صورت میشه. الان در اینجا بیشترین شیب رو ما در نزدیک به دیواره داریم. خب در اینجا مقدارش میبینید مثبت هستش و هر چی که اینجا پیش میریم شیب این خط چی میشه؟ کمتر میشه. یعنی از بیشترین مقدار میره همینطور تا کمتر میشه. خب تا به اصطلاح حالا به جریان آزاد برسه. اما وقتی که در محل B ما حضور داریم،
نکنید باز در اینجا مقدار مثبت هست ولی نحوه تغییراتش با هم دیگه متفاوته. در اینجا که دیگه مماس میشه دقت بکنید، اینجا که مماس میشه مقدار اولیش چی هست؟ مقدار اولیه موقعی ما این خط مداری رو به اصطلاح مماس بکنیم، این مماس داره یه خط عمودی رو به ما نشون میده، این میشه تغییرات روند یو به روند وای. اما در این یکی به اصطلاح به چه صورت هست؟ در اینجا ما تغییراتی که داریم اینه که جریان به سمت عقب برگشته، یعنی شیب رو که اینجا ترسیم میکنید عدد منفی رو به شما میده. نگاه کنید اینجا الان این خطی که اینجا هست شیبش مثبت یا منفی؟ این منفیه. این خطی که اینجا هست مثبت یا منفیه؟ میگیم این مثبته، این مثبته. این شیب که به سمت عقب برگشته این منفی هستش. پس بنابراین موقعی که این منفی هست یعنی روند یو به روند وای چی کوچکتر از صفر، یعنی شما موقعی روند یو به روند وای رو برید ترسیم میکنید مبدأش رو از منفی شروع میکنید میاد تا یه جایی که به اصطلاح مثبت میشه و به اصطلاح به حداکثر مقدار میرسه دوباره کاهش پیدا میکنه. پس نمودار روند یو به روند وای هم به این شکل خواهد شد. اما حالا اینا رو برای چی دارم میگم؟ دقیقا میخوام از این نتیجه بگیرم که اون تو معادلات ناوبر استوکس تغییرات به چه شکل خواهد بود. خب الان اینجا باز دقت بکنید، اینجا این شیب این خط میشه این نمودار، این شیب رو ترسیم بکنید میرسید به این وضعیت که الان اینجا ما یک شیب به این ترسیم بکنه شیبش مثبت یا منفیه؟ مثل اون خط قرمز که حالا قبلش میدن موقعی که شیب به این سمت یعنی منفیه، یعنی ما روند یو به روند وای رو که ترسیم میکنیم از محل منفی شروع میکنیم. چرا؟ چون در این محل خودش الان شیب رو که ترسیم میکنیم منفیه، از شیب این رو به دست آوردیم، از شیب این هم این رو به دست آوردیم. این همینطوری که اینجا منفی هست ما که ادامه پیدا میکنیم از مقدار منفی بودنش کاسته میشه میاد تا به اصطلاح به این حالت نزدیک به صفر خواهد رسید. باز دوباره در اینجا دقت بکنید، اینجا الان شیب بس منفیه یا مثبت؟ میگیم اینجا مثبته. ما که ترسیم بکنید این شیب در این محل مقدارش مثبت به دست میاد، پس از محل مثبت شروع میشه تا حالا ادامه پیدا میکنه و به اصطلاح میره تا انتها. اما در اینجا دقت بکنید باز دوباره این شرایط اینجا داریم، ما اینجا مقدار روند یو به روند وایدمون مثبته و موقعی که مثلا این در معرض در محل شروع جدایش جریان هست، نقطه سی در اینجا نقطه‌ای هستش که دیگه جدایش داره شروع میشه، مثل همین نقطه‌ای که اینجا ما داریم و بعد از این هم که داریم باز دوباره همین وضعیت خواهد بود. اینجا میبینید که روند یو به روند وای درست منفی مقدارش ولی روند یو به روند وای دو مقدارش چیه؟ مثبته. خوب دقت بکنید چرا الان این مثبته؟ خوب دقت بکنید دیگه اینجا یه خط به اینجا مماس بکنید، موقعی که اینجا مماس میکنید شیب این خط در محل به اصطلاح رو دیواره چقدره؟ مثبت دیگه. پس در نتیجه این باز از مثبت شروع میشه، این رو دقت داشته باشید. نگاه میکنید میبینید که در اینجا در به اصطلاح قبل از جدایش در قسمت شروع جدایش و بعد از شروع پدیده جدایش در همه اینها مقدار روند یو به روند وای دو چیه؟ بزرگتر از صفره. در جایی که نه شرایط عادی هست روند یو به روند وای دو چیه؟ منفیه. درست شد؟ پس الان دقیقاً طبق شکل با تفاصیلی که اینجا دارید می‌بینید دقیقاً شما دارید می‌فهمید که چرا به چه دلیلی در جایی که ما اصلا گرادیان فشار معکوس نداریم و جریان حالت نرمال خودش رو داره روند یو به روند وای دو منفی هستش و در جایی که ما جدایش جریان همین که روند بی به روند ایکس داره منفی می شود از میخوام روند بی به روند ایکس داره مثبت میشه، در اینجا در این در نقطه بی سی و دی در همه اینها روند یو به روند وای در محل دیواره مقدارش چی است؟ مقدارش مثبت است. خب الان برمیگردیم به معادله ناویر استوکس. من قبل از اینکه اینو بگم یه لحظه برگردم اینجا این رو من به اصطلاح یه بار دیگه تصریح بکنم. نکنید شما وقتی در نقطه سی شروع به جدایش جریان میخواد بکنه گفتم که جریان به چه صورت در میاد؟ مماس میشه به خط عمودی. درسته؟ این مماس به این شکل در میاد. وقتی که شما به این شکل در میاد به اصطلاح منحنی سرعت شما اینجا شیبش به چه صورت در میاد؟ در این محل آیا مثبت یا منفیه؟ نکنید در اینجاها شیب رو ترسیم کردیم گفتیم مثبته. موقعی که بازگشت جریان بود شیب رو در اینجا ترسیم کردیم گفتیم منفیه، یعنی این روند یو به روند وای از محل منفی شروع میشه. در اینجا ولی شیب چیه؟ شیب اینجا صفره، یعنی شما منحنی که در اینجا دارید از محل مبدأ مختصات شروع میشه. در محل دیواره این شیب مقدارش چنده؟ مقدارش صفره. اینو دقت
داشته باشید که اون مفهومی که گفتیم، یعنی من برگردم به مثال قبلی، در این اسلاید اگه خاطرتون باشه گفتیم که در اینجا جایی که داره جدای شروع میشه هم مقدار یو برابر با صفر، هم دی یو به دی وای یا روند یو به روند وای برابر با صفر میشه، همین مفهومی که الان براتون توضیح دادم.